خب رفقا، اینم از باکس گربمون و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حمایت از کانال فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. سلام رفقا، اسم من ادریسه و تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چجوری یک خونه خیلی خوشگل برای گربه درست کنیم. اگه اولین ویدیویی که داری از این کانال تماشا میکنی، به کانال ماشوب خوش اومدی. من تو این کانال ویدیوهای مختلف از وسایل چوبی درست میکنم و ویدیوشو با شما به اشتراک میذارم. تقریبا هفته دو تا ویدیو جدید منتشر میکنم، پس اگر به اینجور محتوا علاقه داری میتونی کلید سابسکرایب رو بزنی و کانالمو دنبال کنی. همونطورم که خودت میدونی میتونی کلید زنگوله رو هم بزنی تا به محض آپلود ویدیو جدید یوتیوب برات یک نوتیفیکیشن بفرسته تا بتونی بیای ویدیو جدید رو هم ببینی. بریم سراغ ساخت باکسمون. همیشه قدم اول برای ساخت یک وسیله چوبی آماده سازی چوبه و قدم اول این آماده سازی رنده کردن چوب و بعد از اون کار کردن با دستگاه گندگیه. اگر شما این مرحله آماده سازی چوب رو دوست ندارید ببینید، میتونید از دقیقه 8 به بعد ویدیو رو دنبال کنید. خب حالا میخوام چیکار کنیم؟ این طرف رو رنده زدیم، این طرف رو گندگی زدیم، این طرف رو رنده زدیم، طرف دیگرش رو، این طرفی که صاف رو تکیه میدیم به این قسمت و این طرف دیگر رو با میز برش صاف میکنیم که تمام قسمت های اینجا عرض یکسانی داشته باشن. این قطعات هم یه طرف صاف کنیم و بریم سراغ چسبکاریاش و اندازه. خب این از قطعه هامون. اگر دیدین خیلی از قطعات خیلی اضافه می رفت توی تیغ برش، بخاطر این بود که هم اندازه یک ست قطعه که می خواهیم به هم بچسبونیم باید کمتر می بود، باید باید یه ذره از این رو می زدم و همین که بعضی از قطعه ها اونقدر کوچیک بود که تیغ نمی گرفتش و عرضشون کم بود. برای اینکه تمام قطعه های یک اندازه باشه، مجبور بودم تیکه های بزرگ رو عرضشون رو بیشتر کم کنم. خب قبل از اینکه برم قطعه رو با هم دیگه چسب بزنم، این چسب زدن یه نکته‌ای داره، اما قبلش ازتون میخوام که لطفاً کانال رو حمایت کنید و کلید سابسکرایب رو بزنید. بریم اون نکته چسب دادن قطعه به هم دیگه رو بهتون بگم. دوربین رو بدم پایین. ببینید وقتی من میخوام این سه تا قطعه رو به هم دیگه چسب بزنم، از عرض یعنی به این صورت باید به چه صورت باشه؟ باید راه چوبی که اینجا میبینید، ببینید این هلالش به سمت بالاست، بعدی باید هلالش به سمت پایین باشه و دوباره آخری هلالش به سمت بالا، یعنی یکی در میون باید بالا پایین باشن. چرا باید اینجوری باشه؟ که به مرور زمان تاب نخوره چوبمون، اینجوری لا نخوره برای خودش و یکی در میون این کارو میکنیم و در نهایت هم اگر نیاز بود یه قطعه این وسط میذاریم که از مقطع به مرور زمان ترک نخوره. فکر نکنم ترک بخوره، اما اگر دیدم نیازه این کارو هم میکنم.
بریم چسب بزنیم و ببینیم چی در میاد در آخرش. خب همینطور میبینید پیش دستا رو هم از بالا بستم که لبه‌هاشون بالا پایین نشه و هم از بغل محکم کردم که به هم دیگه چسب بخوره. یه نکته دیگه هم موقع بستن پیش دستا از بغل اینه که فشار دقیقاً اگر از این قسمت، یعنی فشارتون باید خیلی برابر باشه. اگر از این قسمت عمود می‌خوره از این قسمت هم عمود باید بخوره. اگه یه ذره زاویه‌اش فرق کنه می‌بینید که لبه‌ها رو هم دیگه راه می‌دن و بالا پایین کارتون کج میشه. پس سعی کنید که حتما فشار رو به صورت عمود ببندید که خوب فیکس بشه و چسب بخوره. خب الان تخته ها رو درست کردیم و میخوام که باکس خونه گربه رو درست کنم. اول با پیش دست میبندم جایی که باید رو و با دریل بعد به سوراخ هاشو میزنم و به سوراخ پیچ ها رو و بعد باز میکنم چسب میزنم و دوباره پیچ ها رو میبندم.
خب رفقا، الان میخوام ستونای بالای خونه رو درست کنم و ستونای پایینش هم که بعدا بهتون نشون بدم. ستونای پایین کوچیکتره و قرار نیست گربه ازش بره بالا، اما این ستونا رو قراره که گربه بتونه ازش بره بالا، برای همین سایز بزرگتری گرفتم. بریم سریع درستش کنیم و بعد بریم همه رو سرهم کنیم و ببینیم چی در میاد. خب رفقا، این از باکس گربه‌مون، این از ستون اول و این از ستون دوم. قراره دو تا صفحه بیزی شکل در جلوتر با هم دیگه درست کنیم که روی این صفحه قرار میگیره و این چهار تا پایه برای پایه زیری این باکسمون هست که به صفحه زیریش باز پیچ میشه. همینا رو در جلوتر بهتون نشون میدم. الان فقط میخوام یه بتونه درست کنم که رد پیچای این باکسمون رو بتونه کنم و این قسمت ها رو سنباده کنم، چون هیچ کدوم این هم سنباده نخورده و پله پله بریم جلوتر با هم دیگه. اما قبل از ادامهش ازت میخوام که لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، با این کارت بهم کلی انگیزه میدی. دمت گرم. خب حالا میخوام ورودی جلویی خونه گربه‌مون رو در بیاریم. میخوام قطر دایره‌ای که این وسط خالی میکنم حدود 30 سانتی متر باشه، ولی وسط نباشه و یه ذره پایین تر باشه. کاری که میکنم اول وسط این قسمت رو پیدا میکنم و بعد 5 سانتی متر میام پایین تر. خب این از ورودی خونمون. میخوام چند تا دایره کوچولو هم اینجا درست کنم که برای بازی کردن با گربه، مثلا دستتو ببری و برای بازیگوشی گربه خیلی به کار میاد. بعد از اون میخوام یک نیم هلالی این قسمت ها رو بزنم که ظاهر باکسمون خوشگل‌تر باشه و ستون ها رو بس کنم و دیگه خونمون کامله. بعد میریم خود گربه رو هم بهتون نشون بدم. Thank you.
خب میبینید که با یک ابزار زدن کوچیک چقدر کارمون فرق کرد و باکسمون خیلی خوشگل‌تر شد. اگه تا اینجا اومدی و ویدیو رو هنوز لایک نکردی، ازت میخوام که لطفاً لایک رو بزن و کانال ما هم سابسکرایب کن، چون به دیده شدن این ویدیو و این کانال خیلی کمک میکنی با این کارت. مرسی ازت. خب نوبت رسید به وصل کردن ستونا. من میخوام ستونا رو طوری درست کنم که هر سری خواستم بتونم بازش کنم و تو جابجایی و اینا خیلی راحت تر باشم. برای همین میام از روپیش توپیش استفاده میکنم به کمک این پیچه آل خود. میخوام چیکار کنم؟ میخوام روی هر کدوم از اینا من یه تیکه کاغذ وصل کردم که این کاغذه به عنوان الگوی منه و دو تا سوراخ ایجاد میکنم روش تمام این چهار تا رو و پشتشون رو همش به همین صورت که یه طرفش میخوره به پای زیریم و یه طرفش هم میخوره به باکسم که 50 سانتی متر از زمین ارتفاع داره و به این صورت که روپیش توپیش رو این داخل قرار میدم و به کمک این پیچ به باکس و پای زیری وصلشون میکنم. برای اینکه ویدیو طولانی نشه من تمام اینا رو انجام میدم و موقع نصب بهتون کامل نشون میدم که چه کار کردم. خب این استند کفیه که رو زمین قرار میگیره و اینم رد پیچایی که با هم زدیم قراره که اینجوری وایسه. برای همین من این الگویی که اون موقع استفاده کردیم رو میذارم و ردش رو سوراخ میکنم. خب این از رد این سوراخ ها. روی باکس اونم دقیقاً به همین شکل بالای ستونا رو هم در میارم رد پیچاشو و پیچ میزنم و ستون بزرگامون اگه یادتون باشه که دو مدل بودن، یکی اینکی و یکی اینکی که قراره اینا کناف پیچ بشه و دوباره بالا و پایینشون رد پیچ بخوره مثل همینا که بتونیم توی باکسمون باز نصبش کنیم. من همه این کارا رو انجام میدم و بهتون نشون میدم که چی در اومد. خب رفقا اینم از باکس گربه‌مون. ولی به زیارم توی ویدیو نذاشتم، ولی توی ویدیو قبلی نحوه ساختش رو براتون گذاشتم.
امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.